سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت همراه ما هستند تا به بررسی وضعیت اسفبار پناهجویان سوری که در لبنان در حال وقوع است بپردازیم. آقای شریفی نژاد، با سلام و عرض ادب و تشکر از شما، لطفاً در رابطه با وضعیت پناهجویان سوری در لبنان توضیح بفرمایید و همچنین در رابطه با اجلاس کنفرانس بروکسل 8 هم اگر نکته‌ای لازم هست برای بینندگان عزیز بیان بفرمایید. من وقت بخیر از موام خدمت شما بینندگان عزیزتون. ببینید، آن چی که در مورد پناهجویان سوری در سه مخیم در سوریه، عراق و لبنان مورد بررسی قرار گرفته در اجلاس بروکسل، باعث شده که به این نکات برسیم که در دو کشور سوریه و عراق موضوع مشخص و مورنه، بعد در لبنان به دلیل اینکه دچار بحران اقتصادی شدید است و بعد از انفجار بندرگاه شمالی سینزه و فشارهای دولت فرانسه با عنوان قیم کشور لبنان و اون ریاضت‌های اقتصادی که آقای مکرون بر لبنان تحمیل کرده، باعث شده که به پناهجویان سوری در لبنان فشارهای بسیار زیادی بیاد. و یک بحث دیگه هم بحث ناسیونالیسم عربی است که در کشور در تمام کشورهای عربی وجود داره، مثلا در کشور لبنان، و این بحث ناسیونالیسم عربی باعث شده که خیلی از این پناهجویان که از به اصطلاح سوری هستن ولی تابعیت کشورهای دیگه ای هم دارن، باعث شده که مورد هجمه شدید بخشی از مردم لبنان قرار بگیرن. و مسئله بعدی که باز باعث شده که این پناهجویان آسیب دیدگی شدید داده شده، چون اینکه دولت لبنان یک بخش عدیدی از هزینه کردی که کشورهای اروپایی همچون ایالات متحده آمریکا، همچون قطر، همچون سوئد و بعض دیگر کشور مثل امارات متحده عربی و به اینها کمک بکنن، رو این کمک ها رو صرف هزینه کرده جبران کسری منابع مالی خودش کرد تا به این پناهجویان سوری کمک بکنه. برای همین باعث شد که این اوضاع برای پناهجویان در خدمت شما هست. بله، با تشکر از سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز که از بیروت همراه ما بودند و به بررسی وضعیت اسفبار پناهجویان سوری که در لبنان در حال وقوع است پرداختند.